بناره رحمان رحیم من میرزا علی هستم با آموزش عربی سال هشتم در خدمت شما و درس دوم از فرادرس همونطور که تو سال هفتم و البته مروری که تو درس یک داشتیم راجبش بهش حرف زدیم ما تا به حال فعل مازی رو شناختیم که به معنای انجام دادن یک کار یا روی دادن یک حالت در زمان گذشته بود میخوایم با فعل مزاره آشناشیم که ما تو فارسی هم داریم و به نام همین مزاره و به طور خاص مزاره اخباری راجبش حرف میزنیم و اطلاعات داریم در موردش در نتیجه اگر من قبلا میخواستم بگم برای مثال رفتم حالا میخوام بگم میروم و الاخر رفتم رفتی رفت تایل بشه به میروم میروی و میرود چطور این فعلا رو بسازم؟ عربی سال جدید تقریبا تمام درساش در مورد همین فعل مزاره و قراره که اون چارده گونه فعل که تو چهارده سیقه من تو او ما فارسی که گفتیم تبدیل میشه به چهارده سیقه بیشتر بشناسیم فعل مزاره رو و کامل با تمام جوانبش آشنا شیم. خب ما تو فعل مازی یه یادآوری بکنیم تو شخص من و شخص تو تو این دوتا مجموعا سه تا مجموع فعل داشتیم دیگه بچه ها مثلا تو چون مذکر و معنیس هم میپذیرفت به شکل کتبته کتبته یا وقتی رجب خودم حرف میزدم مثلا فعل کتبتو وقتی ریشه کتبه باشه و وزنم همون فعل تو میتونم راجع بهش حرف بزنم و نسبت به این ما شناخت داریم حالا چجوری فعل مزاره رو بسازیم بچه ببینید ریشه که همون کتابه که معنای نوشتن رو به ما منتقل میکنه اما جدا از ریشه تفاوت جدی داره فعل مزاره با فعل مازی خب میخواد معنای جدی هم برسونه دیگه خیلی طبیعیه اگر اون وضع فعل تو بود اینجا تبدیل میشه به اکتوبو یعنی انا کتبتو من نوشتم انا اکتوبو یعنی من می نویسم. درست از طرف دیگه اگر میخوام راجع به مخاطب مفردم صحبت کنم اگر کتب ته داشتم و کتب خواهم داشت تکتوبو یعنی توی نفر مرد مینویسی و تکتوبی نه توی نفر زن مینویسی. حالا بریم یه تمرین بیشتر داشته باشیم راجبش. یه فعل مازی رو در نظر بگیریم که ریشش سه و م و عین و در وزن فعل تو هم خواهد بود وزن ما نمیتونیم خودمون تشخیص بدیم چون هم میتونه فعل تو هم فعل تو هم فعل تو باشه البته هر ریشه فقط توی یکی از این وزنها خونده میشه و صرف میشه خب اگه من همین فعل سمع رو بخوام راجبش بهش حرف بزنم بچه‌ها ببینید من سمع تو مخاطب مذکر من سمع تا و مخاطب مفرد مؤنث من سمع این میشه اون چارچوب فعل مازی توی شخص و شمارهای من و تو حالا همین رو ما بخوایم طبق همون روش در واقع وزنایی که ازشون یاد کردیم توی اسلاید قبلی بسازیم خب گفته که وزن من چیه؟ وزن من افعلوه میتونست افعلو باشه یا افعلو باشه ولی حالا افعلویه این کلیت مهمه افعلو و افعلو اف اف خیلی مهم نیست این ساختار مهمه ریش هم که همون سوم و اینه من میشه اسمعو تو تسمعو و اگر معنیس باشه تسمعی نه طبق همون وزنایی که راجبش صحبت کرده بودیم بریم یه فعل دیگه خب میگه که صرف اصلیم رزقه تو فعل تو هم میخواد صرف بشه رزقه فعل تو من اگه بخوام فعل مازی بسازم باید بشه رزق تو مخاطبم مذکرش میشه رزق در حالت معنیس رزق ته خب اینو که بلد بودیم بریم ببین مزارش رو میتونیم بسازیم خب ریشه که همونه فقط میخوام همین فعل رو به شکل مزاره خب بعضش افقلویه افقلو پس در حالت شخص من خواهیم داشت ارزق تو خواهد بود ترزق و مخاطب معنیس من ترزقی نه یه مروری بکنیم به ترجمه ها رزق توی من معناش میشه روزی دادم یا رزقته روزی دادی یا اینم به همین شکل در حالت مزارع میشه روزی میدهم روزی میدهی و روزی میدهی و بچه تا به اینجا تو افعالی که دیدیم متوجه شدیم که هر فعل تو زبان عربی سه تا حرف اصلی داره که میره توی وزنی و اون فعل رو به شکل کامل میسازه و حرف اول میتونیم بگیم هم حرف اول اصلی هم فا فل و حرف دوم اصلی هم میتونیم بگیم این الفل. یعنی عین اون فعل و به حرف سوم لام الفعل یعنی مثلا کتبه بچه ها فعل فعلش ک، این الفعلش ت و لام الفعلش ب خب افعال مازی ممکنه توی یکی از این سه وزن برن و همجو صرف شن یعنی مثلا فعل تویی مثل کتب تو وزنای ممکن برای فعل مزارم بچه ها دقیقا باز فقط همین این الفعله که ممکنه حرکتش متفاوت باشه و اینه باقی ساختار فعل تو کل اون چهار ای که ما یاد میگیریم که معادل منت و ماشمان ها شیشتای فارسی باشه میبینید فقط این الفل ممکنه حرکت متفاوتی داشته باشه این نکته ای نیست که باید حفظ کنیم یا کار خاصی باش بکنیم فقط حواسون باشه همیشه ما فعلا نمیبینیم شاید فعلا ببینیم ولی خب چون حفظ کردنی نیست ما میدن تو شکل صرفی و افعال لازم نیست کار خاصی براشون بکنیم ولی دونستنش بد نیست خب فعل مزاره با سه تا شخص و شمار تو عربی که معادل دو تا تو فارسی آشنا شدیم میبینید افعلا به معنای انجام میدهم حالا هر فعلی بره اونجا تفعلا و تفعینه به من انجام میدهی یعنی دو تا فعل فارسی معادل سه تا فعل در عربی برای مثال ببینید انا اکتوبو بالقلم بل قلم چی باید ترجمهش کنیم بچه ها؟ باید ترجمهش کنیم من با قلم مشکی یا سیاه می نویسم درسته؟ خب این می نویسمون فعل منه. یا اینجا انا اکتبو بالقلم الاحمر من با قلم قرمز می نویسم. دوباره همین فعل می که مد نظر ماست ببینید چه مذکر چه مؤنث چه آقا پسری چه دختر خانومی از یه فعل واحد استفاده میکنه اکتبو بریم در مورد تو که اینجا جنسیت یه مقدار تفاوت ایجاد میکنه میگه انت تحفظ القرآن جیدن خب ما میدونیم دیگه انتا یعنی تو ترجمه باید بکنیم تو قرآن را به خوبی حفظ میکنی درسته؟ این فعل حفظ میکنی من فعل جدیدیه که باهاش آشنا شدم در مقابل اگر مخاطب من از حفظ میکنی مهندس یا یه دختر خانم یه خانومی باشه خب فعل من عوض میشه دیگه تحفظ و تحفظی نه خب دوباره همون ترجمه ولی یه تفاوت دیگه به دقتن و اینجا داریم که اونجا نداشتیم پس اینجا خواهیم داشت تو قرآن را با دقت حفظ میکنی که باز هم بل حفظ میکنی داریم تو فارسی کاملا بچه به یک شکل ما میبینیم اما در عربی متفاوت تحفظ و تحفظینه خب بچه ها یه جعبه بدانیم داریم که یاداوری قواعدی که تو اون درس آمخته شده انا فعل تو به معنای من انجام دادم مازیه که در حالت مضارع میشه انا و من انجام میدهم چه مذکر چه مؤنث هر کی باشه همین جمله رو میگه و وقتی مخاطب من مرده تو حالت ماضی میگم انت فعلت تو انجام دادی در مقابل در حالت مضارع میگم انت تفعلو تو انجام میدهی، در حالت مؤنث هم مشخصه دیگه انت فعلته وقتی یک مخاطبه خانم یا دختر خانم دارم تو انجام دادی ولی در حالت مضارع تبدیل میشه به فعله، انت تفعلی نه بریم سراغ ترجمه درس یک که یه مقدار طولانی در درس قبله ولی بازم ساده است عنوان هست اهمیت و لغت العربیه ترجمهش هم سخت نیست میشه اهمیت زبان عربی سختی خاصی نداره بچه ها اهمیت مشخص لغت فقط حواسون باشه با اون چیزی که تو فارسی میبینیم فرق داره به معنای زبانه الحمدلله رب العالمین خب ترجمهش اصلا سخت نیست می سپاس برای لله یعنی برای خدا رب العالمین پروردگار جهانیان خب ادامه جمله چرا خدا رو سپاس میگوییم لاننا نجه ناف سنت الماضیه راجع به لعنه حرف زدیم برای اینکه از ترجمه میکنیم برای اینکه ما نجه ناف سنت الماضیه در سال گذشته نجه موفق شدیم و یه ادامه ای داره و قادرون یعنی توانمندیم میتوانیم علاق قرائت العبارات و نصوص بسیتر و می توانیم عبارات و نصوص بسیتر نصوص یعنی متن ها عبارات و متن های ساده بسیتر بخوانیم قادرون شاید یه مقدار حالت جمعش رو تشخیصش برامون سخت باشه چون تازه یاد گرفتیم دوباره مرورش کردیم نصوص هم به معنی متن هاست نحنو به حاجتن ما این به رو خیلی دیدیم به حاجت <applause> یعنی نیازمندیم مثلا ما نیازمندیم الا تعلم لغت العربی این تی که اول میشه ما به یادگیری زبان عربی نیازمندیم خب یه توضیحی در ادامه آورده دوباره میگه لانها ها لغت و دیننا لانها لغت دیننا به چه معنی دوباره لعنه رو داریم باید بگیم زیرا آن زبان دیننا ترکیبی از یک دین به علاوه اینا زبان دین ماست درست از طرف دیگه جمله ادامه داره و لغت الفارسیه مخلوطن به ها کسیره یه دلیل دیگه و زبان فارسی مخلوطتون به ها کسیره بسیار اولون قید جمله رو معمولا میاریم تو فارسی به آن مخلوط است یا با آن مخلوط ان اللغة العربیه من اللغات العالمیه این رو ما میتونیم به شکل همانا بچه ها ترجمه کنیم پس باید بگیم همانا حالا لغت العربی هم که ساده است همانا زبان عربی چیه؟ چه خبری میخواد رجوعیم بده؟ از لغات که جمع لغت عالمی هم یعنی جهانی از زبان های جهانی و القرآن بل به لسان عربی مبین قرآن و حدیث که دقیقا به همون شکل ترجمه میشه بچه ها کاری باشون نداریم به زبان عربی موبین یعنی روشن پس ترجمه میشه چی؟ قرآن و حدیث به زبان عربی روشن است یک از دلایل دیگه ای که ما باید عربی رو یاد بگیریم العربیه من اللغات رسمیه پس عربی از من معمولا به شکل از ترجمهش میکنیم دیگه از زبانهای رسمی کجا در منظمت الامم المتحده منظمه سازمان امم جمع امت ملت ها تو فارسی میگیم متحدم که اون متحده تو فارسی زبان های رسمی سازمان چه بچه اون سازمان معروف سازمان ملل متحده است در ادامه میگه که ایرانیون که ما خب ترجمهش میکنیم ایرانی ها خدمو یعنی خدمت کردن لغت العربی یعنی به زبان عربی از ایرانی ها به زبان عربی یه دونه حالت قیدمون تر داریم بسیار چیکار کردن؟ خدمت کردن فعلمون هم مازیه دیگه نمی مزاره ترجمش کنیم که الفیروز آبادی فیروز آبادی اسم کسیه دیگه ترجمهش نمی کنیم فیروز آبادی چیکار کرده؟ کتب معجما به لغت العربیه موجم یعنی چی بچه یعنی لغت نامه پس آقای فیروز آبادی لغتنامه ای در زبان عربی کتب فل مازی نوشت عبارت بعدی اسم هو یعنی اسم آن چیه القاموس المحیط پس که اسم آن قاموس المحیطه که تو خود متن داریمش و وی که یک دانشمند دیگه یه و به وی چیکار کرده کتب اول کتاب کامل فی قواعد لغت العربیه اسم هول کتاب پس سی به وی نوشت کتب دیگه اولین کتاب کامل تو چه زمینه ای؟ در قواعد زبان عربی نوشت اولین کتاب کامل در قواعد زبان عربی رو چرا من اینجوری ترجمه کردم چون میخوام همونطور که گفتم ما لغت به لغت بتونیم تشخیص بدیم چی در واقع ترجمه چیه دوباره که اسمش اسمهو الکتاب که اسمش دوباره الکتاب است پس سیبوه که دانشمند ایرانی بوده اولین کتاب کامل در قواد زبان عربی رو نوشته که اسمش اسم اون کتاب الکتاب بچه ها عبارت بعدی میگه اکثر و یعنی بیشتره اسماء الاولاد اولاد جمع ولد به معنی پسره پس می نویسیم بیشتره اسم ها هم جمع اسم دیگه اسمهای پسران بنات هم جمع بنت و دختران در عالم اسلامی که میشه در جهان اسلامی عربی است بچه به این نکته دقت کنید عالم و عالم رو با هم اشتباه نگیرید عالم به معنی جهانه عالم به معنی دانشمند کسی که داناست خب عبارت اول میگه کلمات العربیه که خب ترجمه خاصی نداره همون خودشو می نویسیم کلمات عربی در فارسی کثیرتون بسیارند تو جمله بعدی میخواد دلیلش بگه و میگه و هازا و این به چه دلیل بچه ها؟ میگه و این به سبب احترام ایرانی به سبب یا به دلیل احترام ایرانی ها به چیه؟ للغت القرآن برای زبان قرآنه و این به دلیل احترام ایرانیان به یا برای زبان قرآن است خب یه جمله نسبتا طولانی که این به بعد داریم کم کم فعلای مزاره رو قرار بدیم مثلا انا اعرفو داریم جمله اول میگه انا اعرفو معنا کلمات کسیره من اعرفو به معنی میشناسمه یا میدانمه من معنای کلمات بسیاری را میدانم خب از فعل مزاره هم استفاده کردیم بچه در ترجمه درسته؟ معادل اعرفو انا اعرفو و از کرو کلو کلمات سنت الماضیه خب از کرو ذکره به یاد آورد از کرو یعنی به یاد می آورم پس بعد بگیم و همه کلمات سال قبل و حالا دوباره فعل مزاره من از کرو و همه کلمات سال قبل را به یاد می آورم دوباره به یاد می آورم فعل مزاره من بچه دوباره یه فعل مزاره جدید و رو یعنی پس باید بگیم و می توانم دیگه عقد رو علاق قرائت نصوص البسیطه و می توانم قرائت نصوص البسیطه چی می شد بچا و می توانم متن های ساده را قرائت دیگه بخوانم بچا میتونم تونم یه جور دیگه هم ترجمه کنم میتونم بگم توانمندی دارم در خواندن متنهای های ساده جفتش ترجمه های کاملا درستیه خب و در ادامه جاء مثال یعنی در مثال آمد یا آمده دو نقطه که میریم برای اسلاید بعدی العلم و کن که نقش فل حجر میشه علم که علمه پس همینجوری باید بیاریمش دیگه علم که ترجمه نمیشه در کوچکی یا کودکی مانند بچه ها این کی که میبینیم یه حرفه که معنای ماننده میده تو زبان عربی کن نقش مانند نقش فل حجر فی یعنی در حجرم که یعنی سنگ مانند نقش بر سنگ است منظور چیه یعنی علمی که تو کودکی آدم یاد بگیره مثل نقشیه که بر سنگ چطور اون نقش خیلی سخت ممکنه اثرش پاک بشه منظور این جمله هم اینه علمی که تو کودکی آدم یاد بگیره مثل نقش بر روی سنگ محکم و استوار اینو مثالی بود که در واقع کتاب رو بهش حرف زده بود یا اخی ای برادرم اون ضمیر یه انتهایی رو میبینید بچه ها اصلا اون پیوسته ای برادرم ا حرف پرسشیه معادل آیا باید ترجمه بشه آیا ا تعرف و معنا کلمات کتاب الاول ایزن خب دوباره فعل مضارع داریم آیا معنای کلمات کتاب اول خب فعل من چیه تعرفو میدانی تعرفو رو حالا برای اولین بار به شکل مخاطب یه فعل مضارع داریم میبینیم حتما مخاطب ما هم مذکر یا بچه بچه‌ها مذکر دیگه وگرنه میشد تعرفی نه پس آیا میدانیم معنای کلمات کتاب اول رو ایزن؟ ایزن هم میتونیم ترجمه نکنیم یا میتونیم اگه به ترجمه میکنیم هم بنویسیم یعنی میتونیم یه هم به جمله خودمون اضافه کنیم ایزن به معنی ایزن یا هم میتونه به جمله اضافه بشه یا اختی حالا ببینید مخاطب من میشه خانم میشه ای خواهرم ا تفهمین معنای و سهله خب آیا دوباره ببینید معادل همون معنای حالا آیات و احادیث آسان دوباره فعل من درسته که از شکل مزارع معنیس داره تبعیت میکنه ولی تو ترجمه تعاوتی با هم ندارن میدانی؟ در این تمرین باید درستی و غلطی جملاتی که میبینیم و مشخص کنیم خب اولین جمله میگه تعداد کمی قلیلی از اسمهای پسران و دختران در جهان اسلامی عربی هست آیا تعداد کمیشونه؟ خیلی کتاب میگه تعداد زیادیشون اتفاقه کتب سیبه وی نوشت سیبه وی اولین کتاب کامل در قواعد زبان فارسی و عربی عربی اینم نادرسته فیروز آبادی نوشت چی نوشت معجمی لغتنامه در زبان عربی درسته و ایرانی ها ایرانیون خدم و خدمت کردند اللغه به زبان عربی قلیلا خیلی کم نادرسته راجب دو تا از بزرگان بود که دو جمله قبل که انقدر خدمت کردن قطعا غلط تو تمرین دوم ما کافی فعل مزارع رو بچه درست ترجمه کنیم مثلا تفعلو و انظرو فعلای مزارع ما یا ولد میشه ای پسر مازا تفعلو ای پسر مازا تفعلو چه میکنی؟ درست؟ اون چی جواب میده؟ میگه انظرو الا صورتن به تصویری صورت تصویر به تصویری نگاه انظرو نگاه میکنم دیگه درست بچه ها پس یه فعل مزاره اینجا یه فعل مزارم اینجا یا سیده تو ای خانم مازا تفعلی نه ای خانم دوباره پرسش اینه مازا تفعلی نه چه میکنی پاسخش چیه فعل مزاره مونم که درست ترجمه کردیم اقرع کتاب شعر کتاب شعر میخوانم میخوانم فعل مزاره منه میگه حل تسنه و خب حل از اون کلمات پرسشی یه بچه ها که معنای آیا میده که با لا یا نعم معمولا باید جوابشو بدیم خب آیا تسنه و کرسی یا کرسی هم سندلی دیگه آیا سندلی میسازی فعل مزاره من میسازیه اون جواب میده میگه نه نه سندلی نمیسازم میز میسازم دوباره فعل مزاره همون میبینید بچه ها مخاطب مذکر تفعلویی خود متکلم اون کسی که داره حرف میزنه میگه انا اصنع افعلویی یا دوباره ا بچا عینن یه جورایی معادل حله از کلمات پرسش به معنی آیاست در ترجمه باید بگیم تذهبین آیا میروی مع اخته که میتونیم بگیم آیا همراه خواهرت میروی فعل رو ببینید بچا میروی تذهبین اگر میخواستیم مازی بگیم چی میگفتیم؟ میگفتیم زهب ت به یه مهندس در جواب میگه نه چی میگه چه فعل مزاری به کار میبره؟ میگه از هب و میروم مع صدیقتی نه همراه دوست هم میروم در تمرین سوم ما باید هر کلمه رو به توضیح مرتبطش وصف کنیم و یک کلمه هم وسط در سمت چپ اضافه است طبق آیات، روایات و ضرب و مسئله هایی که تا به حال دیدیم خب بلای انسان چیه بلای انسان میگن همیشه در زبونشه اگه انسان جلو زبونش رو بگیره نصف بیشتر مشکلاتش حله موت الاحیا یعنی مرگ آدمای زنده تو چیه تو اینه که دچار جهل شد چه چیزی نصف دینه نصف دین همون حسن الخلق خوش اخلاقی میگه الوقت و مثل هو وقت مثل اونه زمین رو میبینید وقت مثل چیه تو ضرب و مثلا میگیم میگیم مثل تلاست آخری میگه الجنه یعنی بهش تحت نه زیر گامهاشونه کیان؟ خب مادران هم دیگه در تمرین شماره چهار بعد اولا جمله رو ترجمه کنیم و در ثانی افعالش مشخص کنیم خب میگه و جعلنا من الما من لفظ به لفظ میبرم ترجمه رو جلو میگه که و قرار دادیم جعلنا دیگه درسته؟ ما قرار دادیم و قرار دادیم من الماء از آب کل شیء هر چیزی را حی زنده قطعا بچه ها میتونیم ترجمه استانداردتر و پرتمیزتر ازش بدیم که یعنی جمله رو تبدیل کنیم و از آب هر چیزی را زنده قرنه و فعل من چیه؟ جلا مازی یا مزار مازی دیگه تو دومی دو میگه انت حفظت صورت نصر تو سوره نصر که اسم یکی از سوره های قرآنه تو سوره نصر را ده فعل اول من مازی پس باید مازی ترجمه بشه تو سوره نصر را حفظ کردی عبارت بعدی میگه ولان و الان یا حالا فعل دوم هم حالا ظاهر میشه سوره قدر خب تحفظینه رو چی ترجمه کنیم؟ بگیم حفظ کردی؟ نه دیگه الان باید به شکل مزاره ترجمه بشه حفظ میکنی درست؟ جمله سوم انا دخل تو صفصانی خب صفصانی میشه چی؟ میشه سال دوم من انا به سال دوم فعل اول من دخل توه باید بگم وارد شدم به شکل مازی و جمله بعدی انت و تو صف اول میشه به کلاس اول خب به کلاس اول چی؟ خب فعل من مزاره وارد میشوی باید دیگه ترجمه بشه اگه گفتید مخاطب من مذکر یا مؤنث خب من که هیچی انا دخل تو ولی وقتی میگم انت و خود تدخل و جفتشون میگن که مخاطب من یک مذکره مرد آقا آقا پسر هر کدوم از اینها جمله چهارم میگه انت قبلت کلام والدک تو از انت شروع کنیم تو سخن پدرت را والد میشد پدر دیگه والدت میشد مادر تو سخن پدرت را قبلت در گذشته باید ترجمه بشه پذیرفتی یا قبول کردی درسته؟ و حالا الانم که ترجمه ساده است حالا من فعل مزاره داره و حالا تعملو یعنی تو چی کار میکنی؟ تعملو بهی یعنی به آن عمل میکنی تمرین پنجم از ما چی میخواد؟ میخواد فعل رو توی اینجا خاله قرار بدیم که درسته مهمترین چیزی که درست و غلط میکنه افعالو هم اینه که ببینیم به اون شخص و شماری که باهاش هاش زمین را آیا میخوره فعل من؟ من میگم اعنتا آیا تو خب من میتونم بگم اعنتا بعد بگم بده تو بده تو یعنی من آغاز کردم من باید بگم تبده اینه این آغاز میکنی حالا مزارع شده و در مورد کیه؟ مخاطب مفرد معنیست یعنی یه دونه خانمی که مخاطب منه این درست تو بعدی میگه آیا تو انت خب همین که میگه انت پس فعل من چیه ترقته یعنی زدی یا تطرقه یعنی میزنی خب جفتش میخوره به انت بریم باقی جمله رو ببینیم میگه آیا تو در را میزنی قبل دقیقتن یا باید بگم آیا تو در را زدی دو دقیقه قبل چجوری باید ترجمه بکنم در مورد دو دقیقه قبله مزاره بگم یا مازی بگم خب در زمان گذشته داره حادث میشه تر رو باید بزنم یا میگه انا خب همین که انا میاد یعنی قطعا من به حسنا نمیتونم بگم به حسنا راجب ماه راجب نهنوه پس من باید همون ابحسو رو احتمالا بگم من جستجو میکنم چی رو جستجو میکنم یه راهی و به بهشت خب فی حیاتی هم که یعنی خب در زندگی هم. پس ابحسو درسته یا اختی خب خطاب به مؤنث ای خواهرم آیا تو آیا تو اگه شرب بگم که این اعه مثل این که قرار فعل منو ببره به مزکر یعنی بگه تو این نفر من از طرف دیگه ما بالاخره توفاهه رو میخوریم یا مینوشیم یه نوشیدنی رو باید نوشید خوردنی رو باید خورد پس من وقتی دارم رجوع به توفاها یا سیب صحبت میکنم باید چی بگم خوب بعد از این استفاده کنم هم نظر معنا هم نظر شخص و شمار گزینه درست اکلته میگه انت آیا تو عمل تا تعملی نه؟ خب این چون انت مزکره دیگه به نفر مرد داریم میگیم عملتا میتونه باشه اما تعملی نه باشه چون تعملی نه فعل مزارهی که ما به مفرد معنیس میگیم پس قطعا عملتا ترجمه هم میگه آیا تو کار کردی در گذشته منظوره در یک کارخانه امس دیروز که از نظر معنایی هم کاملا میخوره به عملتر چون امس آورده من دیروز کاملا مشخصه تو تمرین ششم از ما میخواد که دقیقا مثال رو نگاه کنیم و ترجمه کنیم بچه ها اگه سعله یعنی او پرسید اسالو یعنی چی؟ یعنی میپرسم دیگه درسته؟ اسالو متکلمه من میگم اسالو اگه سمحه یعنی اجازه داد اسمه ها یعنی چی؟ شخصش منم دیگه پس باید بگم اجازه میدهم اگه زکره یعنی یاد کرد به یاد آورد از کرو یعنی یاد میکنم یا بیاد می یا به یاد می حالا بریم در مورد مخاطب تنظرو یعنی نگاه می خب تسالو تو همین ریشه یعنی می پرسی تسمهو یعنی اجازه می دهی معادل همین تذکرو یعنی یاد میکنی. بیاد می کنی به یاد می دو تا ترجمه درسته برای یه نفر زن مخاطبم نه باز میشه میپرسی تفاوتی نداره تو ترجمه فارسی بچه ها چه یه نفر زن چه نفر من ما به یه جور ترجمه میکنیم تو مخاطب فارسیمون تسمهینا باز یعنی اجازه میدهی و آخریش تسکرینا باز یعنی یاد میکنی توی تمرین بعد ما یه ذره دستون بازه بچه ها یعنی هر جوابی که فکر کنیم خوبه رو میتونیم بدیم مثلا کیفه حالو که یا کیفه حالو کیف فرق نداره با جفتش یه جو جواب بدیم مثلا من مینویسم انا خیر درسته؟ جواب رایجی امیدوارم همه حالمون خوب باشه میگه ما اسموک یا مسموک یا اسموکه یا حالا اسموکه بسته به اینکه اون که من میگم اسمی محمد هر کسی میتونه اسم خودش رو اینجا قرار بده من انته من انته خب من باید بگم انا شغلمو بگم دیگه انا مدرس یا معلم فرقی نداره اینه انت کجایی؟ میگم انا به صف هر که فکر میکنید فل بک ساختار جمله مهمه بچه جواب ما محتواش خیلی مهم نیست اینه که ساختار درستی استفاده کنیم هل انت من کرج یا هل انت من کرج میگم لا انا من تهران به همین سادگی تمرین بعدی از ما میخواد که با استفاده از کلمات زیر جدول رو کامل کنیم و رمزش رو به دست بیاریم خب کلمات رو باید دونه دونه بیاریم جهان بچه ها از اون لغات بالا کدومه عالم دیگه خطش میزنم مینویسم زبان خب لغت رو دارم من براش یاد گرفتن من تعلم رو دارم براش موفق شدند مذکر نجهو رو دارم براش اگه معنیس بود میشد نجه نه این الف آخر هم حواسمون هست دیگه توی افعال جمع مذکر قایب که میاریم این الفه فقط نوشته میشه خوندم نخواهد شد مورد پنج میگه بالا بردی من براش رفعتر رو دارم تو مورد ششم ساده خب ساده هم بسیط دیگه چند بار تو این درس بهش برخوردیم بچه شش عدد شش سته خیلی ساده میفهمی مزکر خب تفهمو باید بشه اگه مهندس بود میشد تفهمی نه. کلمه بعدی که داریم متنها من نصوص رو باید خط بزنم توانستم کدوم اینا به معنای توانستمه قدر تو همچنین خب ایزن گفتیم معنای همچنین یا هم میده تو جمله مورد دوازده آسان سهل رو داریم به ازاش سیزده ساختید مصنا خب ما رو داریم سخن تو کلام و رو داریم زن امرأة رو داریم خب برای رمز این جدول چی خواهیم داشت بچه ها؟ خب بریم به اسلاید قبلی سر بزنیم ات تجربه خب یه فهم اینجا داریم ببینید فوق علم پس رمز خواهد شد ات تجربه یعنی همون تجربه فوق یعنی بالای بهتر فراتر از علم است. تجربه مهمتر بالاتر از علم است کنز الحکمه آیات روایاتیه که از ائمه یا پیامبر ذکر شده که ما باید بخونیم و ترجمهش کنیم اولی میگه لکل شیعن طریق پیامبر اینطور میفرماید که لکل شیعن طریقون خب لکل یعنی برای هر شی یعنی چیزی پس باید ترجمه کنیم برای هر چیزی طریق راهی است و طریق الجنت العلم و راه بهشت چیه بچه ها؟ علم است و حدیث دیگه العلم افضل من العباده علم از عباده چیه؟ افضل بهتره این هم از رسول الله حدیث دیگه از حضرت علی زکات العلم و خیلی ساده زکات یعنی چیزی که شما از مثلا محصول خودتون دارایی خودتون باید ببخشید که اون مالتون پاکیزه بشه و بتونید استفاده کنید میگه زکات علم نشر یعنی گستردنش نشر آن است زکات علم اینه که شما اونو یاد بدی نشرش بدی گسترشش بدی یا در حدیث دیگه من سعله باید ترجمه بکنیم هر کس سعله بپرسد علمه میداند این ترجمه درسته یا اگه بخوایم مثل مازی ترجمه کنیم چون تو این ساختار میتونیم مازی هم ترجمه نکنیم ولی اگه بخوایم عینا مازی ترجمه کنیم باید بگیم هر کس پرسید دانست حدیث بعدی من کتم علمن دوباره همون معنای به شکل عام ترجمه بشه هر کس علمی یا دانشی بچه فرقی نداره میتونیم بگیم دانش اگه میخوایم فارسیش کنیم خیلی هر کس علمی را پوشان، کتم یعنی پوشاند مخفی کرد و کنهو جاهل ف یعنی پس بچه حواستون باشه ف یعنی پس کنم یعنی انگار یا گویی او هم که یعنی او دیگه پس گویی او پس بچه هر کس علمی رو داره مخفی کنه یا بپوشانه انگاری اصلا جاهل انگار اصلا اون علمو نداره